این بگیر عزیزم، من برای کل دنیا میفرستم، من برای کل دنیا میفرستم. این زن آزارگر، زنی که پشت دوربین قرار گرفته رو تهدید کرد که فیلمشو واسه سپاه میفرسته. ویدئوی آزارگری این زن که اسمش هم هست رایه ربیعی با بازتاب گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. نیروها و خبرگزاری‌های حکومت و سپاه پاسداران و همه با همه تلاش کردن علیه زن معترض به تذکر حجاب و اصل ضد مدنی امر به معروف و نهی از منکر موضع‌گیری کنن. اونا با عوض کردن جایگاه شاکی و متهم تلاش کردن تا همون زن چادری که شروع کننده ماجرا هم بود و با آزار خودش خشم زنهای دیگر رو در اطراف برانگیخته بود، اونو بذارنش توی جایگاه مظلوم و مورد حمله جلوش بدن. حتی محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که منصوب مستقیم خود رهبر جمهوری اسلامی، اومد و از رایحه ربیعی بابت حملش به زنان معترض تقدیر و تشکر به عمل آورد. یک کمی بعد هم خبر بازداشت زن آزار دیده منتشر شد و خبرگزاری فارس که خودش وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که نام اون سپیده رشنوئه و عضو شبکه سازمان یافته کشف حجابه. دقت کنید که این همه اختلاس و رانت و فساد در لایه‌های مختلف و متفاوت و حکومت هست، علنی هم میشه، اما هرگز عاملای اون بازداشت نمیشن. بله، کافیه یه زنی یه جایی علیه نقض حقوق انسان ها لب به اعتراض باز کنه تا حکومت به سرعت بره سراغش. اما سپیده رشنو کیه؟ یه هنرمند جوان 28 ساله اهل خرم آباد و دانشجوی مقطع کارشناسی که توی تهران توی یه خوابگاه زندگی میکنه. پدر و مادرش هم کشاورزن و توی هم خود خرم آباد زندگی میکنن. فعالیت اصلی سپیده توی حوزه ادبیات داستانی و ادبیات و ویراستاری و اینجور چیزاست و همین چند ماه پیش از این ویدیو هم مدرسه نویسندگی راه انداخته بود. توی بعضی از منابع هم اومده که سپیده با برخی روزنامه‌ها به عنوان خبرنگار و داستان نویس هم همکاریایی داشته و همینطور چند تا داستان رو هم به چاپ رسونده. اما وقتی به صفحه توییتر سپیده رشنو نگاهی میندازیم، بخش دیگه ای از فعالیت‌هاش رو اونجا میتونیم ببینیم، یعنی دغدغه‌های پررنگ هنری و اجتماعی. به نظر میرسه اعتراض سپیده به زن آزارگر یه اتفاق برخواسته از خشم مقطعی و لحظه‌ای نبوده و ریشه در باورهای عمیق و ژرف اون به اصل آزادی انتخاب داشته. بله، بعضی وقتا اتفاقای ناخواسته‌ای پیش روی آدم‌ها هست که اونا رو توی ذهن و خاطره شهر زنده نگه می‌داره. شاید توی تقدیر تهران نوشته بودن که در تابستان داغ 1401 زنی خرم آبادی به نام سپیده رشنو تعهد خودش به خوب زیستن رو به رنج یک ملت گره می‌زنه و به آزارگران اعتراض می‌کنه و در خاطر یک کشور به یک قهرمان بدل میشه. این موج تجلیل و تمجید مردمی از سپیده نشون میده که دستگاه سرکوب در توجیه دستگیری و آزار سپیده کار خیلی سختی و پیش رو داره. سپیده رشنو حالا بر جریده یاد یک ملت حک شد.